به نام خدا، من آزاده سهرابی نژاد هستم. با آموزش کانواس در خدمت شما هستم. کانواس یا در اصل کنوس یک سیستم مدیریت یادگیری منبع باز هستش که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیره. تلفظ کنوس درست هست، ولی تو زبان فارسی به صورت کانواس مصطلح هست و در طول همین دوره هم از عنوان کانواس استفاده میکنیم. کانواس یکی از قوی ترین سیستم های مدیریت یادگیری هستش. سیستم مدیریت یادگیری یا Learning Management System که به اختصار اون رو LMS هم میگن، احتمالا برای شما یک نام آشنا هستش. LMS یک نرم افزار یا یک برنامه تحت وب هستش که میتونید با استفاده از اون یک دوره تحصیلی، یک کورس، یک برنامه آموزشی رو مدیریت بکنید. مستندسازی بکنید، پیگیری بکنید. میتونید ازش گزارش بگیرید و این سیستم LMS یا مدیریت یادگیری به مدرس این امکان رو میده که بتونه محتویات دوره آموزشیش رو در اختیار کسانی قرار بده که توی دوره آموزشی میان ثبت نام میکنن، شرکت میکنن. میتونیم توی بسیاری از این سیستم های مدیریت یادگیری از دانش پژوهامون کویز بگیریم، بهشون تکلیف بدیم و مثلا بخوایم که توی یک تاریخ مشخص پاسخهاشون رو تحویل بدن. به صورت خلاصه اگر بخوایم یک سیستم LMS یا سیستم مدیریت یادگیری رو تعریف بکنیم، میگیم که یک دوره آموزشی هستش که ما میتونیم یک سری محتوا رو توی اون دوره آموزشی قرار بدیم. این محتوا میتونه صدا باشه، متن باشه، تصویر باشه، ویدیو باشه، چیزای مختلف میتونه شاملش باشه. به عنوان مثلا یک نفری که مدیر یک سیستم LMS هستش، من میتونم مثل همین کانواس که الان شما دارید اینجا محیطش رو مشاهده میکنید، دوره های مختلفی رو توی اون سیستم مدیریت یادگیری برگزار بکنم. نه تنها از این سیستم مدیریت یادگیری یا LMS برای برگزاری دوره های آموزش استفاده میشه، بلکه تو خیلی از سازمان ها، مؤسسات، دانشگاه ها استفاده میشه برای مدیریت عمل کرده کارکنان یا سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان یا سیستم عملکرد افراد درون سازمان، برای مدیریت شایستگی، برای برنامه‌ریزی‌های موفقیت ازش استفاده میشه. قسمت‌های مختلفی دارن این سیستم‌های مدیریت یادگیری. یا ماژول‌های مختلفی دارن، ابزارهایی هستش که شما میتونید با استفاده از این ابزارها یک تعاملی بین مدرس و اون دانش پژوه برقرار بکنید. میتونن با هم دیگه پرسش و پاسخ داشته باشن، میتونه یه تالار گفتگو داشته باشه. میتونیم یک مبحثی رو مطرح بکنیم و افراد میتونن توی اون مبحث شرکت بکنن و نظراتشون رو در اختیار بقیه قرار بدن. همونجوری که گفتم خیلی از جاها از سیستم مدیریت یادگیری استفاده میکنن. مؤسسات آموزشی که آموزش آنلاین دارن، بسیاری از دانشگاه‌های معتبر تو دنیا از این سیستم استفاده میکنن. بخوایم در مورد LMS صحبت بکنیم، میتونیم بگیم LMS کلن دو نوع هستش. یکیش مبتنی بر نرم افزار هستش. مثلا شما میرید یه جایی ثبت نام میکنید، میخواید یه دوره رو بگذرونید. اونها میان به شما یک نرم افزار رو معرفی میکنن. شما نرم افزار رو نصب میکنید، ازش استفاده میکنید. یکی هم مبتنی بر وب هستش. وقتی شما از یک نرم افزار استفاده میکنید، یک مقدار دسترسی شما تو مکانهای مختلف سخت میشه، چون شما باید یک سیستم داشته باشید که حتما اون نرم افزار روش نصب شده باشه تا بتونید ازش استفاده بکنید. ولی سیستم های LMS مبتنی بر وب، حسنی که دارن این هستش که شما همیشه هر جایی که هستی که اینترنت وجود داره، با گوشیتون، با تبلت، با سیستم، خیلی راحت میتونید وارد اون محیط بشید و از حالا مطالبی که اونجا هستش استفاده بکنید، تست بدید، تکلیف انجام بدید و سایر کارهایی که میشونه توی اون دوره آموزشی انجام بدید. حالا ما سیستمی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، یک سیستم مدیریت یادگیری هستش که اسمش کانواس هستش. قسمت‌های مختلفی داره و مثلا یک قسمت اکانت هستش که شما میتونید بیاید یک اکانت برای خودتون ایجاد بکنید که حالا در مورد قسمتاش صحبت میکنیم. داشبورد هستش که شما یک ویوی از دوره هاتون اینجا میبینید. دوره های مختلف میتونید توش تشکیل بدین. تقویم داره، این باکس داره که یک چیز شبیه به ایمیل هستش. حالا من بیام تو این قسمت داشبورد. حالا اینجا یک کورس تعریف شده، یک کورس منتشر شده. قسمت آن پابلیشت هستش، یکم پابلیش هستش که شما میتونید بیاید اینجا و حالا دوره هاتون رو تعریف بکنید، منتشرشون بکنید. الان چیزی که دارم به شما نمایش میدم، من ثبت نام کردم و وارد این سیستم شدم.
شما اگر برید یک جایی مؤسسه ای بخواید یه دوره ای بگذرونید که اونها از سیستم کانواس دارن استفاده میکنن، احتمالا اون مؤسسه به شما یک یوزرنیم پسورد میده، یعنی اونها شما رو تعریف میکنن توی سیستمشون. حالا من اینطوری نیستم، من الان میخوام خودم بیام به عنوان یک مدرس یک دوره ای رو توی کانواس ایجاد بکنم. بریم از اول ببینیم که من الان میخوام بیام یک حساب ایجاد بکنم و یک دوره ایجاد بکنم و در مورد قسمت های مختلفش با هم دیگه صحبت بکنم. من از اینجا خارج میشم. صفحه که شما مشاهده میکنید، این صفحه اوله. کانواس به این صورت هستش. من این رو پاک میکنم. فرض میکنیم که اینجا خالیه. من الان میخوام بیام برای خودم یک اکانت ایجاد بکنم. اگر شما اون آموزشگاه، مؤسسه، دانشگاهی که میخواین دوره رو توش بگذرونید بهتون اکانت بده، خیلی راحت میتونید اینجا بیاید اون رو وارد بکنید و وارد سیستم بشید. من ندارم این رو، میخوام بیام الان ثبت نام بکنم. برای اینکه ثبت نام بکنم، برای خودم یک اکانت ایجاد بکنم، این قسمت پایین یه گزینه هستش به نام ساین اپ. این ساین اپ رو روش کلیک میکنم، بعد میاد تو این صفحه. حالا من میخوام یک اکانت فری داشته باشم، روی این میزنم، یک فیلد اینجا میاد، شما باید این رو پر بکنید، اطلاعاتتون رو اینجا بنویسید. من ضبط رو نگه میدارم، اطلاعات رو وارد میکنم و دوباره برمیگردم. من این اطلاعات رو اینجا وارد کردم، این تیک این گزینه رو هم میزنیم. اینجا من باید یک فاصله بذارم. حالا برای اون اکانتی که ایجاد کردم یک پسورد باید بذارم. من پسوردش رو میزنم. حالا میگه این یوزرنیم پستون رو ذخیره بکنیم. میزنم ذخیره و اینجا گو تو اکانت رو میزنم و برمیگرده اینجا. من اینجا ایمیلم رو وارد میکنم. اون یوزرنیم پسی رو که الان باش ثبت نام کردم رو وارد میکنم و لاگین رو میزنم. الان اومد یک صفحه‌ای برای شما اینجا ایجاد شده. من میام توی قسمت داشبورد. توی قسمت داشبورد الان شما میبینید که این قسمت تیره رنگی که سمت چپ وجود داره بهش میگن گلوبال نویگیشن. حالا شما وقتی وارد محیط کانواس میشید، این همیشه ثابت هستش اینجا. حالا توش اطلاعات اکانتتون هستش، اطلاعات دوره هاتون هستش، تقویم هستش، این باکس هستش. وقتی روی داشبورد بزنم، همونطور که توی حالت قبلی بهتون نمایش دادم، اینجا اگر شما دوره ای رو تعریف کرده باشید، اینجا بهتون نشون میده. یه دونه اینجا وجود داره نوشته Unpublished Courses که این به صورت دیفالت وجود داره. میبینید اینجا تمپلیت هستش. به صورت دیفالت توی خود کانواس وجود داره. من هنوز هیچ دوره ای رو ایجاد نکردم که بخواد دوره ها نشون داده بشه. میام الان توی قسمت اکانت. میخوام میام اکانتم رو تنظیم بکنم، یک سری پروفایلم رو ایجاد بکنم. تنظیمات مختلفی هم دارید، روش که میزنید یک لیستی اینجا براتون باز میشه. من میام توی قسمت پروفایل. اینجا براتون داریم میگه not registered service, you can add some on the setting page. یه نکته دیگه این که شما این ایمیلی که اینجا وارد کردید، برای اینکه بتونید یه سری از قابلیت های این یوزرنیم پسوردی که حالا باش ثبتش کردید و اومدین تو کانواس میخواین ازش استفاده بکنید فعال بشه و بتونید از همه این چیزهایی که اینجا وجود داره استفاده بکنید، حتما باید برید اون ایمیلی که دادید، یه ایمیلی از طرف کانواس میاد، اون رو کانفرم بکنید. من الان میرم ایمیلم رو باز میکنم. ببینید الان یه ایمیل اینجا اومده، من رفتم رجیستر کردم توی کانواس دیگه، بعد این رو بیام کانفرمش بکنم. اینجا این رو میزنم و میبینید این بالا زدش که رجیستریشن کانفرم. من یکی پنجره ها رو میبندم. بیام رو تنظیمات پروفایلمون. الان شما میبینید من اینجا میتونم یک تصویر اضافه بکنم برای این اکانتی که ایجاد کردم. برای اینکه تصویر ایجاد بکنید شما میتونید روی این قلمه بزنید. ببینید اینجا یه قلم وجود داره وقتی روی این تصویر میام و از اینجا میتونید تصویری که میخواین رو انتخاب بکنید. سه تا حالت هم داره دیگه، یا میتونید یک تصویر رو از سیستمتون آپلود بکنید، یا میتونید با استفاده از دوربینی که دارید، حالا گوشیه یا پی سی هستش و اینها، یک عکس بگیرید، یا میتونید از گراواتور استفاده بکنید. من از سیستمم استفاده میکنم. خب اینو میزنم و ذخیرش میکنم. و نکته ای که بهش توجه بکنیم، شما هر تصویری که الان واردش میکنیم اینه میره اینجا قسمتی ذخیره میشه که حالا جلوتر بهتون نشون میدم که کجا میره این تصاویر اینها قرار میگیره. من الان میخوام بیام چیزای دیگه رو هم اضافه بکنم توی پروفایلم. میخوام ویرایشش بکنم. میتونم بیام اینجا و ادیت پروفایل رو بزنم. اینجا یک صفحه‌ای براتون فعال میشه که شما میتونید بیاید اینجا اطلاعاتی که میخواید رو وارد بکنید. مثلا من اینجا میام اسمم رو وارد میکنم.
اینجا میتونید پرونانز انتخاب بکنید، اینجا میتونید تایتل انتخاب بکنید. مثلا من میخوام یه تایتل بر خودم بزنم تیچر. ضمناً کانواس شما میتونید توش فارسی هم بنویسید، یعنی فقط اینجوری نیست که شما انگلیسی مجبور باشید توش بنویسید. اینجا میتونید یه بیوگرافی از خودتون که به عنوان یک مدرس هستید وارد بکنید. مثلا من اینجا بنویسم فقط مدرس فرادرس. قسمت پایین تر شما میتونید لینک بذارید. مثلا شما توی یک مؤسسه دارید کار میکنید و توی اون مؤسسه یک پیج مختص شما هستش. اون پیج رو میتونید اینجا بیاید لینکش رو بذارید، این قسمت، و حالا اینجا یه عنوان براش بذارید. یا شما یه وبسایت دارید خودتون، یک سری اطلاعات اونجا هستش که حالا به درد کار برای شما میخوره، و یا اطلاعاتی در مورد خودتون هستش، میتونید اینجا قرار بدید و حالا یه توضیح هم در موردش بدید. مثلا من اینجا مثل اطلاعات رو وارد میکنم. چند تا میتونید اضافه بکنید دیگه، مثلا الان اینجا دو تاشو دیفالت گذاشته، اگر مثلا تعداد اینها بیشتر بود این add another link رو میزنید و دوباره یکی دیگر هم اضافه میکنید. همینقدر برای من کافی. اینجا که در مورد خودتون هر چیزی که بخواید، مثلا در مورد بیوگرافیتون میتونید بنویسید. من save profile رو میزنم. اینجا میبینید اینجا لینک اومد و اگر روی این بزنیم مثلا این سویچ میکنه میره تو اون لینکی که شما وارد کردید. اینجا یک گزینه وجود داره سیتینگ، اگر روش کلیک بکنی یه سویچ میشه میره توی صفحه سیتینگ. من توی پروفایل بودم دیگه، که شما اگر این رو از اینجا بزنید یا اینکه بیاید توی این لیستی که اینجا وجود داره و سیتینگ رو بزنید فرقی نمیکنه، توی هر دو تا حالتش شما میاد وارد صفحه تنظیمات میشید. حالا یه تنظیماتی هستش که شما میتونید برای اکانتتون داشته باشید. یک سری اطلاعات اینجا وجود داره که شما میتونید این اطلاعات رو ویرایش بکنید. برای ویرایش کردن اطلاعات اینجا شما سمت راست رو که اگر مشاهده بکنید یک گزینه وجود داره به نام Edit Setting. اگر این رو بزنید میبینید که الان اینجا قابل تغییر شده. مثلا اینجا بهم یک فول نیم رو وارد بکنید. من میخوام مثلا این باشه فول نیم من. دیسپلی نیم رو هم میتونید اینجا مشخص بکنید. حالا اینجا میگه این ترتیبش چجوری باشه، نام خانوادگی باشه، بعد نام باشه. میتونید اینجا پرونان مشخص بکنید، شی، هی، ده. زبان، اینجا میتونید شما زبانتون رو انتخاب کنید. الان زبانی که من دارم باهاش توی کانواس کار میکنم زبان انگلیسی هستش. اینجا فارسی هم وجود داره. من الان اگر فارسی بیارم، شما میتونید فارسی رو انتخاب بکنید. الان من فارسی رو که انتخاب کردم، اینجا یه علامت اختار اومد، میگه که این زبانی که شما انتخابش کردید با کراود سورسینگ داره ترجمه میشه. یک ماشینی داره اینو ترجمهش میکنه. شاید ترجمه خیلی ترجمه ملموسی برای شما نباشه. حالا من الان این رو فارسی میذارم، شما تغییرات رو ببینید. تایم زون رو هم انتخاب میکنم. خب من تایم زون رو هم انتخاب کردم. حالا میتونید این تیک رو بزنید که میخواید مثلا یه سری اطلاعات و اخبار بیاد یا پسوردتون تغییر بده. من اینا نمیخوام و تیکاشو نمیزنم. حالا آپدیت سیتینگ رو که بزنید این زبان فارسی رو اعمال میکنه، یعنی اومد الان تمام این چیزهایی که وجود داشتش، نوتیفیکیشن یا فایل سیتینگ، اینها رو اومدش به فارسی ترجمه کرد. یه جایی خیلی ملموس نیستش تعریفش. حالا اگر براتون استفاده از زبان انگلیسی سخت بود، خیلی راحت میتونید اینو فارسیش بکنید و ازش استفاده بکنید. من دوباره این رو برمیگردونم به همون زبان انگلیسی. یه نکته دیگه که وجود داره، این قسمت بالا سمت راست اگر نگاه بکنید، اینجا نوشته ایمیل آدرس و اون ایمیلی که الان من باهاش اومدم اینجا رجیستر کردم، ثبت نام کردم که بتونم از کانواس استفاده بکنم، اینجا داره نمایش میده. پایینش یک کلاس ایمیل آدرس وجود داره که اگر روش بزنید یک پنجره‌ای برای شما باز میشه. شما اینجا میتونید بیاید یه ایمیل دیگر رو وارد بکنید. انگار میشه یک ایمیل پشتیبان شما. من میام اینو مثلا اینجا قرارش میدم. اگر شما این تیک اینجا رو بزنید، میگه این ایمیل که الان وارد کردم دیفالت بشه و وقتی من میخوام وارد محیط کانواس بشم، اون موقع که باید یوزرنیم پستون رو بزنیم، من این ایمیل رو میزنم اگر این تیک رو بزنید. و من این تیک رو نمیزنم، میخوام همین ایمیلی که الان ثبت نام کردم، رجیستر کردم وارد بشم. من رجیستر ایمیل رو میزنیم. الان به شما میگه که مثل همین الان که ما رفتیم این اکانتمون رو فعال کردیم، یه ایمیل برامون اومده بود. به این ایمیل هم که الان شما وارد کردیم از طرف کانواس یک ایمیل ارسال شده که شما میرید اونجا دقیقا همین کار که الان کردیم کانفرم میکنید. وقتی که کانفرم کردید این ایمیل شما هم فعال میشه و میتونید ازش استفاده بکنید. اینجا میبینید که اومدش. مثلا شما هر چند تا ایمیل اینجا وارد بکنید اینجا نشون میده و یا میتونید حذفش هم بکنید دیگه، روی این سطل زباله که بزنید اون رو حذف میکنه. این قسمت دیگه نوشته other contact، اگر روش بزنید contact method داره.
دقیقا یک صفحه شبیه اون حالت قبل که ایمیل رو وارد کردیم، از اینجا میتونستیم این کار رو بکنیم. اینجا شما میتونید یک شماره تلفن وارد بکنید، مثلا شماره موبایلتون رو وارد بکنید، اینا مشخص بکنید دیگه، مثلا کریرتون چی هستش و شمال ما مثلا این آخری رو انتخاب میکنید و شماره که وارد کردین رجیستر اس ام اس رو میزنید. وقتی رجیستر اس ام اس رو بزنید، مثل حالتی که شما حتما تاییدش بکنید توی ایمیلتون ارسال میشد، اینجا میاد همین حالت رو. یک کد برای گوشی شما میاد که شما اون کد رو که میزنی میتونین اس ام اس تون فعال بشه و ازش استفاده بکنید. من الان نمیخوام اصلا شماره وارد بکنم. حالا اصلا این دوتا به چه دردی میخوره؟ چرا من اصلا بیام یه شماره تلفن وارد بکنم یا ایمیل دیگه ای وارد بکنم؟ بیام توی قسمت نوتیفیکیشن. نه، شما توی قسمت نوتیفیکیشن بیاید. اینجا میبینید که یک سری فعالیت ها وجود داره توی صفحتون. خب که این فعالیت ها همش اینجا وجود داره. این دوتا ایمیل آدرس که من دارم اینجا داره نشون میده، اینه که باش ثبت نام کردم، این ایمیلی هستش که الان واردش کردم. شما میتونید یک سری اعلان، یک سری نوتیفیکیشن بگیرید. مثلا اگر شما اومدید یک فایلی رو اضافه کردین، به شما اعلام بکنه که مثلا توی ایمیلتون بهتون بگه که یک فایلی اضافه شده یا مثلا یک تکلیفی اومده، یک بحث و گفتگویی شده. این به شما کمک میکنه که چیزایی که برای شما اهمیت داره حواستون بهش باشه. الان من دوتا اینجا ایمیل داشتم، اگه شماره تلفنم داشتم یه ستون دیگه اینجا اضافه شده بود و شماره تلفنی که بودش حالا این نوتیفیکیشن ها توی اونم بود، که شما خیلی راحت میتونید اینها رو هم تغییر بدید. اینا یعنی چی؟ ببینید، من تیکه یا علامت ساعت یا حالت تقویم یه ذره داره، توضیحاتش رو این بالا نوشته. اینجا داره میگه که به من سریع اعلام بکن. مثلا الان من میگم فایل من اضافه میشه، بیا سریع به من اعلامش بکن. یا اینکه نه، بیا برای من یه خلاصه روزانه بفرست، یا بیا یه خلاصه هفتگی، یا اصلا هیچی نفرست. تو حالت دومی، ایمیل دومی که الان وارد کردم، همشون الان غیر فعال هستن. که حالا شما اگر رو کانفرمش بکنید و این فعال باشه، خیلی راحت اینجا میتونید از اون هم استفاده بکنید. یا مثلا بگید که اگه بر شما اهمیت زیادی داره، مثلا براتون اس ام اس اش بیاد. این هم که تنظیمات مربوط به دوره های شما هستش، حالا چیزهای مختلف، مثلا اینجا بحث و گفتگو داریم، میخوایم بحث و گفتگوتون بهتون یه نوتیفیکیشن بیاد تقویمتون، و حالا تنظیمات مختلفی که بعدا میتونید مطالعه بکنید و اینها رو اعمال بکنید. خب برگردیم توی ستینگمون. توی قسمت ستینگ که حالا این تنظیمات رو در مورد صحبت کردیم، یک قسمتی وجود داره Registered Service. شما میتونید از این استفاده بکنید و حالا سرویس هایی که اینجا وجود داره رو بیاید متصل بکنید این دوتا سیستم رو به هم دیگه. مثلا شما توی گوگل درایو بتونید یک چیز قرار دادید، میخواید دانش پژوهاتون هم بتونن بهش دسترسی داشته باشن یا خودتون بهش دسترسی داشته باشید، میتونید اینجا بیاین روی این بزنید و این رو که بزنید میتونید شما دسترسی داشته باشید به گوگل درایو. و اینا الان غیر فعال میکنن. حالا بیاین تنظیمات قسمت پایین رو ببینیم. اینجا یه گزینه‌ای وجود داره به نام فیچر آپشن. یه نکته دیگه‌ای که در مورد کانواس در موردش صحبت بکنم این هستش که توی کانواس تقریبا اومده همه جا برای شما یک توضیح مختصری گذاشته. مثلا شما اینجا میتونید از هلپ سیستم استفاده بکنید اگر جایی براتون سوال بود، این رو بزنید و حالا اون چیزی که می‌خواید رو سرچ بکنید. یا اینکه نه، مثلا الان ببینید اینجا فیچر آپشن ها رو که گذاشته، این مثلث کنارش رو بزنید، یه توضیح مختصر در مورد این نوشته. حالا بیایم در مورد اینها با هم دیگه صحبت کنیم. ببینم یک سری آپشن هستش که توی تنظیمات اکانتمون وجود داره. یکی از اینها های کانتراست یو آی هستش. یو آی مخفف یوزر اینترفیس هستش. توی یک رابط کاربری هستش. مثلا اگر شما این رو فعالش بکنید، برای فعال کردن هم شما یک بار روی این بزنید، فعال و غیر فعال میشه. این رابط کاربریمون رو تقویت میکنه. مثلا رنگمون، متنمون، دکمه ها، یک سری مقادیر ویژگی هاش مشخص و آشکارتر میشه. Disable Celebration Animation. اگر این گزینه فعال باشه، مثلا شما یک سری تمرین میدین به دانش پژوهاتون اون رو انجام بدن، وقتی اون رو انجام دادن بعد برای شما ارسال کردن، براشون یک انیمیشنی نمایش داده میشه که شما میتونید اون رو فعال یا غیر فعال بکنید. Underline Link. یک لینک هایی که شما توی سیستم قرار میدید رو یه خط زیرشون قرار میده و مثلا هایپرلینکشون میکنه. حالا همه اینها رو که شما میبینید غیر فعال هستن، فقط این گزینه کورس ستاپ تیوتوریال فعال هستش. این یعنی چی کار میکنه؟ این میاد به شما کمک میکنه که با فیچرهای مختلف این دوره بیشتر آشنا بشید.
مثلا حالا جلوتر که بریم میبینید اینو، شما میرید توی یک قسمت مختلف کانواس، همون موقع یک آموزش خیلی کوتاه در حد یک پاراگراف برای شما نمایش داده میشه، یه توضیح مختصر، یک راهنماییه. بعد خیلی مفیده برای اون افرادی که برای اولین بار دارن با این سیستم کار میکنن و یک سری راهنمایی های اولیه میکنن. به صورت دیفالت هم فعال هستش، شما میتونید غیر فعالش بکنید. گزینه بعدی include byte order mark incompatible spreadsheet exports هستش. قبل از اینکه من این رو توضیحش بدم، یک چیزی شما توی کانواس خیلی بهش برمیخورید، اون هم گرید بوک هستش. گرید بوک یک ابزار الکترونیکیه که میاد به شما امکان این رو میده که شما نمرات دانش پژوهاتون رو مدیریت بکنید. معیارهای مختلفی هم داره، میتونید با اون دانش پژوهاتون ارزیابی بکنید، میتونه نمره دهی باشه، میتونه درصد باشه. حالا سیستم شما برای شما تعریف میکنید که خودتون میخواید تعریف بکنید. نمرات رو شما میتونید از یک فایل صفحه گسترده، یک اسپلیتشیت وارد بکنید یا ایمپورت بکنید یا اکسپورت بکنید. برای اینکه این فایل ها درست باز بشن توی اکسل و شما بتونید اونها رو درست ازش استفاده بکنید، ذخیره بکنید، این فایل ها باید یک بایت اوردر مارک داشته باشن و از فیلد های جدا شده با کاما توشون استفاده شده باشه، چون بعضی از نسخه های اکسل این علامت بایت اوردر مارک رو متوجه نمیشن، درکش نمیکنن. بنابراین کانواس اومده این قابلیت رو قرار داده که شما بتونید اینها رو فعال یا غیر فعالش بکنید. گزینه بعدی use semicolon to separate field incompatible spreadsheet exports. این هم دقیقا همین حالت هستش. اینجا از ویرگول از کاما استفاده میکرد. اینجا میاد از چی استفاده میکنه؟ نقطه ویرگول استفاده میکنه یا همون سمیکالون استفاده میکنه. گزینه آخر هم میاد چیکار میکنه؟ اگر شما اینو فعال کرده باشید، میاد خودش اتوماتیک تشخیص میده که از چی استفاده بکنه. برگردیم این قسمت هایی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم. اینجا یه گزینه فایل هم وجود داره. اگر روی این بزنید، فایل های شما رو بهتون نمایش میده. شما هر فایلی رو که توی کانواس بذارید، یه کپی ازش میاد توی وب قرار میده. حالا این فایل اگر باز بشه، شما میبینید که اینجا یه مای فایل نوشته. گزینه دیگه هم داره Your Guided Course Template. این یادتونه توی داشبورد اومدم و گفتم که توی کانواس یک کورسی به صورت تمپلیت و به صورت دیفالت وجود داره. دقیقا همین اسم Your Guided Course Template. شما توی همون قسمت فایل که میرید، یه دونه همون فولدر مربوط به اون هستش، یکی دیگه هم حالا مای فایل هستش، فایل های شماست. حالا اگر بیاید اینجا کورس های ایجاد بکنید، میاد کورساتون هم اینجا قرار میگیره. مثلا حالا یک کورسی با هر عنوانی که شما ایجاد بکنید، میاد اینجا قرار میگیره و فایل ها و فولدر ها و تصاویری که مثلا استفاده کردین توشه. مثلا من الان اومدم اینجا یک پروفایل پیکچر گذاشتم، میبینید الان اون پروفایل پیکچر من انگار یک کپی ازش توی اینجا قرار داره که شما هم میام حالا هر دوره ای رو که اضافه بکنید اینجا میاد اون فایل هاش رو قرار میده. من دوباره برمیگردم، فایل رو گفتم، پروفایل رو گفتیم، بیام توی ای پورتفولیوز. توی ای پورتفولیو شما به عنوان یک دانش پژوه میتونید پروژه های آموزشیتون، تجربیاتتون، نوت برداری هاتون، مثلا یادداشت هایی که کردین، همه رو جمع آوری بکنید و اونا رو مستند سازی میکنید. میتونید بسیار زیاد ای پورتفولیو بر خودتون ایجاد بکنید و خلاصه درس دارید مینویسید. یکیش خلاصه درساتون باشه، یکی مثلا تکالیفتون باشه. میتونید این ای پورتفولیو رو شخصی برای خودتون نگه دارید، مثلا برای یادداشت برداریتون بعدا میخواید ریویو بکنید، یا اینکه میتونید با بقیه به اشتراک بذارید، با مربیتون، با استادتون، با همکلاسیاتون میتونید اونها رو به اشتراک بذارید. اگر شما بخواید یک ای پورتفولیو ایجاد بکنید، حالا اینجا توی صفحه روی ای پورتفولیو که بزنید، اینجا هم میتونید از اینجا کرییت ان ای پورتفولیو رو انتخاب بکنید، همینجا. حالا فرقی نمی‌کنه. من یکیشو انتخاب می‌کنم. حالا اینجا شما باید یک نام برای ای پورتفولیوی خودتون انتخاب بکنید. مثلا من این چیزی که من اینجا وجود داره مای پورتفولیو رو می‌ذارم بمونه. اگر این تیک رو بزنید، این رو پابلیک می‌کنه، مثلا همه میتونن ببیننش. من نمی‌خوام این اتفاق بیفته. اینو که بزنم برای من شروع می‌کنه یک ایپورت. اینجا نوشت ای پورتفولیو ساکسسفول کرییت. یعنی شما الان این ای پورتفولیوی که می‌خواستین رو ایجاد کردید. این قسمت هم آدرسش رو می‌بینید. اسمش چیه؟ مای پورتفولیو و همینجوری میاد جلو. شما می‌تونید توی این ای پورتفولیوتون سکشن‌ها یا بخش‌های مختلف داشته باشید. هر بخشتون میتونه صفحات مختلفی داشته باشه. برای این کار شما این قسمت سمت چپ نوشته Organize Section. اگر روی این بزنید شما میبینید میتونید یه دونه سیکشن ایجاد بکنید. مثلا من روی این میزنم و یه اسم براش انتخاب میکنیم. مثلا من میزنم Introduction. من اگه بخوام یکی دیگه ایجاد بکنم دوباره Add Section رو میزنم. این دفعه اسمش رو میزنم مثلا Outcome 1. حالا دیگه نمیخوام ایجاد بکنم، این
دان ادیتینگ رو میزنم. الان شما میبینید من الان دو تا سیکشن اینجا برای خودم ایجاد کردم. حالا میام مثلا روی اولی کلیک میکنم، وقتی که کلیک کردم ببین آدرس منو میگه من توی مای پورتفولیو هستم توی اینتروداکشن. حالا من یه نیو پیج میتونم اینجا چند تا پیج ایجاد بکنم. مثلا من میتونم اینجا روی این نیو پیج بزنم، اینجا میبینید نیو پیج، یه پیج جدید دارم. حالا اینجا مثلا من کامنتی ننوشتم، میتونم کامنت اضافه بکنم. حالا بریم جلوتر، میخوام این رو ویرایشش بکنم. حالا اینجا برای پیجم یه اسم میذارم، هر اسمی که مایل بودید میتونید اینجا قرار بدید. مثلا میمیسم من پیج وان، من سیف پیج رو میزنم. الان اینجا میبینید پیج وان من داره نمایش داده میشه، میتونید حتی یه پیج دیگه ایجاد بکنید. من روی پیج وان میزنم، ادیت دیس پیج رو میزنم. چهار تا حالت اینجا وجود داره: ریچ تکست کانتنت، اچ تی ام ال، کور سابمیشن. اینا رو میتونید هر کدومش رو انتخاب بکنید. من مثلا من اینو انتخاب کنم، میبینید مدل صفحه من انتخاب میشه. من همین ریچ تکست کانتنت رو میخوام. من چون این رو زدم، هر کدوم اینا رو زدم، یه دونه اینجا اضافه کرد. میتونید خیلی راحت این علامت سطل زباله رو اینجا بزنید و اون رو حذف بکنید. حالا توی این حالت این دیگه تقریبا همه باهاش کار کردیم. مثلا نوشتن توی ورد و اینها میمونه. شما میتونید اینجا مثلا یه چیزی رو وارد میکنم، یک متن رو بنویسم. بعد شما میتونید بیاید الان اینجا یک تصویر انتخاب بکنید. میتونید بیاید مثلا من اسم پیج رو الان میتونم عوض بکنم. اسم پیج رو میذارم Course Instruction. شما میتونید بیاین یه تصویر انتخاب بکنید اینجا بذارید. من اگه بخوام یه تصویر بذارم، ببینید یک صفحه اینجا میاد. شما باید تصویرتون یک جایی توی وب بارگذاری شده باشه. مثلا من همین رو الان سرچ میکنم. یا شما یک تصویر دارید توی سیستمتون، میتونید به توی خیلی سایت ها هستش آپلود بکنید، از اون لینکی که بهتون میده استفاده بکنید. اینکه نه، من الان اینجا مثلا این رو سرچ کردم، این تصویر برای من مناسب هستش و من میام اینجا چیکار کنم؟ کپی ایمیج آدرس رو میزنم، روش کلیک راست کردم و کپی ایمیج آدرس رو زدم، میام اینجا اینو میزنم، اینجا اینو میزنم و اینجا پیستش میکنم. آپدیت رو میزنیم و این تصویر شما رو آورد اینجا قرار داد. میتونید چپچین بکنید، راستچین بکنید. حالا میتونم این رو فونتش رو تغییر بدم، مثلا اندازش رو تغییر بدم، اینو بزرگش میکنم. میتونید ایتالیکش بکنید، میتونید مدیا اضافه بکنید الان اینجا، میتونید هایپرلینک ایجاد بکنید. تنظیماتش با توجه به این هستش که شما چه نیازی دارید. و بعد سیو پیج رو میزنم. حالا مثلا هیچ کامنتی اینجا وجود نداره، من میتونم اینجا مثلا یه کامنت بذارم. مثلا میذارم ایتس اوکی. اگر این رو بزنم اد کامنت، میاد اینجا. مثلا میخوام یه چیزی بنویسم، مثلا فلان چیز رو بهش اضافه بکنم بعدا، میتونم اینجا بنویسم. یا اگر مثلا این رو با کسی به اشتراک گذاشتین، اون میتونه یه سری کامنت بذاره اینجا و شما میتونید این کامنت رو ببینید. حالا من برمیگردم میام توی هوم. الان اینجا توی این قسمت ای پورتفولیو که شما میبینید دیگه، من الان توی این قسمت مای پورتفولیو هستم. این رو دیگه الان دورتون رو گذروندین، یادداشت برداری و همه اینا انجام شده، دیگه بهش نیاز ندارید، این دیگه نمیخواید اینو داشته باشید. خیلی راحت میتونید بیاید اینجا دیلیت دیس ای پورتفولیو رو بزنید و این چیزی که الان ایجاد کردین، حالا تکلیف بود هر چی که بودش، پاک میشه. یا اینکه میخواین این رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، اینجا یه لینکی وجود داره، این لینک رو کپی میکنید و برای دوستاتون میتونید ارسال بکنید و حالا میتونم اونها ازش استفاده بکنید. برگردیم توی تنظیمات. اینجا هم این قسمت که شیر کانتنت هست، شما اگه بخواید محتوایی رو با بقیه به اشتراک بذارید از اینجا استفاده میکنید. و کیو آر فور موبایل لاگین هم شما میتونید از کیو آر استفاده بکنید که بتونید با موبایل وارد بشید و ازش استفاده بکنید. این هم که شیر کانتنت هستش. الان این من میزنم، من الان تازه این اکانت رو ساختم دیگه، چیزی با هم شیر نشده. اگر چیزی با هم شیر میشد، به اشتراک گذاشته میشد، اینجا برام نمایش داده میشد. حالا در مورد اکانت صحبت کردیم، بریم قسمت بعدی که داشبورد هستش. داشبورد یک نمای کلی از اون محیطی که دارید رو بهتون میده. الان من میخوام یک دوره رو بیام، یه دوره آموزشی رو ایجاد بکنم. برای اینکه بتونم یک دوره آموزشی رو ایجاد بکنم، توی قسمت داشبورد میتونم Start a new course رو بزنم. حالا شما یک اسمی باید اینجا برای این دورتون بذارید دیگه. حالا دورتون یک اسمی داره. مثلا من همین Excel Training رو میزنم. اینجا نوشته content license. شما میتونید این دوره‌ای که دارید ایجاد میکنید رو یه دوره خصوصی باشه. الان مثلا یه سری تغییرات ایجاد بکنم و اینا، بعدا منتشرش بکنم، فقط برای خودم فعلا.
میتونید الان این رو منتشرش بکنید، پابلیکش بکنید، هم بتونن ببینن، یا میتونید از یک سری لایسنس که اینجا نوشته شده استفاده بکنید. اطلاعات این لایسنس ها رو شما میتونید توی سایت creativecomment.com برید ببینید و مطالعه بکنید و هر کدومش رو که خواستید استفاده بکنید. من الان میخوام فعلا یک کورس پرایوت ایجاد بکنم، کرییت کورس رو میزنم و دوره برای من ایجاد شد. حالا برگردم دوباره توی داشبورد. حالا شما میبینید اینجا توی داشبورد اون کورسی که الان ایجاد کردید اومده اینجا قرار گرفته. الان دو تا قسمت داره دیگه، پابلیش و آن پابلیش. من چون دورم رو منتشر نکردم این قسمت پایین هستش، یعنی که خود اون دیفالت هست. این قسمت هم یه سنخته وجود داره که اگر شما این سنخته رو بزنید میبینید این رنگی که الان اینجا وجود داره یه سری رنگ هاست، مثلا برای اینکه شما بتونید راحت‌تر تشخیص بگیرید. میتونید بیاید مثلا یه رنگ دیگر رو انتخاب بکنم. من ترجیح میدم که مثلا یه رنگ این انتخاب بکنم، اپلای میکنم یا میاد اینجا موو میکنه. اگر تعداد دوره هایی که شما ایجاد کردید زیاد بود، مثلا شما میخواید یه دوره خاصی بالاتر باشه، دسترسیتون راحت تر باشه تا بخواید بریم بگردید، میتونید موو رو بزنید بگیم بالا بیاد پایین بیاد، اینو انتخابش بکنم. خب برگردیم توی کورس. اگر من الان کورس رو بزنم این لیست رو میبینید اینجا یه حالت کشویی برای من باز شد. هر چند تا دوره شما داشته باشین همه دوره هاتون اینجا به این صورت نشون میده.